امروز دیوان دادگستری آلمان BGH یا بوندسگریختهوف محکومیت یک منشی سابق اردوگاه مرگ نازی‌ها رو به اتهام کمک به قتل عام تایید کرد. دادگاه قبلا ارمگارد فیرو که امروز 99 سالشه به اتهام معاونت در قتل بیش از 10,000 نفر به 2 سال حبس تعلیقی و در 5 مورد اقدام به قتل محکوم کرده بود و این حکم الان تایید شده و از نظر قانونی در واقع لازم الاجراست و این پرونده میتونه احتمالاً آخرین دادرسی کیفری مربوط با قتل عام نازی ها در دوران هیتلر باشه. خانم ایرمگارد اف بین جوان 1943 و آپریل 1945 به عنوان منشی یا تایپیست در دفتر فرماندهی اردوگاه کار اجباری شتوتهوف در نزدیکی دانسیش در لهستان استخدام بوده و اون موقع 18-19 سالش بوده. دادگاه طبق حکمی که علیه این خانم داده گفته که ایشون در اون دوران از طریق کار خودش به مسئولین اردوگاه در کشتار سیستماتیک زندانیان کمک کرده و این فعالیت ها در واقع حمایتی بوده از نظر قانونی به عنوان کمک به قتلی که انجام می شده و وکیل مدافع خانم ایرمگارد درخواست تجدید نظر داده بوده چون می گفت که خب ثابت نشده که او واقعا اصلا می دونسته در اردوگاه چه میگذره و چه قتل عامی داره انجام میشه و علاوه بر این کار او هم به عنوان یک تایپیست خب تفاوت قابل توجهی با شغل قبلیش در بانک نداشته. اما ارزیابی دادگاه این بود که خانم ایرمگارد از طریق تمایلش به خدمت به نازی‌ها در قتل‌ها کمک‌های روانی کرده چون که تمام نامه‌نگاری‌هایی که در این اردوگاه مرگ انجام می شده از روی میز ایشون در واقع رد می شده، پس باید با خبر بوده باشه که اونجا چه می گذشته. بر اساس مرکز اسناد آرشیو آروسلن حدود 110,000 نفر از 28 کشور بین سالهای 1939 تا 1945 در اردوگاه کار اجباری شتوتهوف و 39 اردوگاه فرعیش زندانی بودن و تقریبا 65,000 نفر هم اونجا کشته شدن. حالا میخواستم یه اطلاعات کلی هم مثلا در مورد این اردوگاه های مرگ بدم که بهش میگن کنسنتراسیونس‌لاگر یا کاتست، چون میدونم که در مدارس ما در ایران زیاد در مورد این چیزها چیزی نمیشنویم و یاد نمیگیریم، بنابراین شاید براتون جالب باشه که کلن یه اطلاعات کلی هم در مورد این اردوگاه ها داشته باشید. در کل بعد از 1940 حدود 1,000 تا اردوگاه مرگ وجود داشته که رژیم هیتلر اون رو در واقع هدایت میکرده و این سیستم اردوگاه های مرگ یک عنصر اساسی از دستگاه سرکوب ناسیونال سوسیالیستا بوده و اونا در کشتار میلیون ها نفر به ویژه نسل کشی نجات پرستانه هیتلر، حذف مخالفان سیاسی، بهره برداری از زندانیان اردوگاه کار اجباری به نفع اس اس و شرکت های صنعتی، آزمایش های غیر انسانی و غیر اخلاقی دخیل بودند. اسیران جنگی هم با نقض قوانین بین المللی اونجا حبس بود. تخمین میزنن که تقریبا 2/3 از حدود 6 میلیون یهودی که قربانی کشتار یهودیان آلمانی شدن، بعدها هولوکاست اسمش گذاشته شد، مستقیما در اردوگاه‌های مرگ و کار اجباری یا در نتیجه سوء تغذیه سیستماتیک، سوء استفاده و بیماری‌های درمان نشده به قتل رسیدن و 1/3 باقی مانده در اون چه که شوتشتافل یا اس اس اون رو گتو اسمشو گذاشته بود، در تیراندازی‌های دست جمعی به ویژه پلیس امنیتی و نیروهای ویژه کشته شده. بسیاری از افراد دیگه هم در اردوگاه های مرگ به قتل رسیدن، مثل کمونیست ها، سوسیالیست ها، کشیش ها، منتقدان نظام اون موقع،
به اصطلاح کولی ها، همجنسگرایان، شاهدان یهوه، معلولان ذهنی. تعداد دقیق کشته ها اصلا معلوم نیست، چون که عاملان و سازمان های نازی ها پرونده ها رو در مورد همه قربانی ها نگهداری نمی کردن و در پایان جنگ جهانی دوم 1945 هم بسیاری از این اسناد به دلیل حوادث جنگ از دست رفتن متاسفانه. به همین ترتیب بسیاری از شاهدان در پایان جنگ عمدن به قتل رسیدن. تعداد زیادی از زندانیان اردوگاه کار اجباری هم در قتل عام و دیگر جنایات نازی ها در مرحله آخر به قتل رسیدن. اما با این حال بسیاری از جنایتکاران دوران نازی ها و همدستاشون محکوم شدن، مثل این خانوم. و ما فکر میکنم که همین چیزا نشون میده که باید امید داشته باشیم که روزی جنایت جمهوری اسلامی هم در دادگاه های رسمی و منصفانه بررسی میشن و عاملانش محکوم میشن. دیر یا زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. نظرتون رو زیر این ویدیو برای من بنویسید. تا برنامه بعدی، خداحافظ.